دوباره دوستان از اینکه خانم شیروانی گفتن سورپرایز، واسه اینه که چند دقیقه کوتاهی که خدمتتون سخن میگم در رابطه با مسئله روزه. تا کنون مسئله بیشتر مسئله تاریخی بود و فکر میکنم که با توجه به اینکه فضای انتخابات در امریکاست، بی مناسبت نباشه که یک اشاره هم به این فضا بکنیم. پیش از اون نکته در سخنان بود و اون این بود که گفته شد به درستی که کوروش کبیر بزرگترین و نام‌آورترین شاه ایران در تاریخ جهانه. چون به تازگی از 4 آبان گذشتیم، من قلباً این اعتقاد دارم که محمد رضا شاه فقید مظلوم‌ترین شاه تاریخ ایران بوده و از این نظر فکر کنم یزدگرد سوم آخرین شاه ایران شهر، آخرین شاه ساسانی که در حمله اعراب نهایتاً کشته شد، اون مظلومیت محمد رضا شاه رو داشته. این دوتا رو واقعاً به عنوان شاهان مظلوم تاریخ به ویژه تاریخ کشورمون باید ازشون یاد کنیم. من 29 سالگی ایران رو ترک کردم، تا 29 سالگی ایران بودم و الان 21-22 ساله که در خارج از کشورم. 8 سال انگلستان بودم، بقیهش رو در امریکا بودم. در تمام 29 سالی که در ایران بودم هیچگاه در انتخابات شرکت نکردم. شناسنامه‌ام سفید سفید. در انگلستانم هیچ وقت شرکت نکردم، برای اینکه چندان تأثیری نداشت که شما بریم مثلا به حزب کارگر رأی بدی یا به حزب محافظه‌کار. امریکا که آمدم برام خیلی مهم نبود که حزب جمهوری خواه چی کار میکنه، حزب دموکرات چی کار میکنه. نه در انتخابات اوباما و جان مکن رأی دادم، نه در انتخابات اوباما و میت رامنی. 4 سال پیش هنگامی که ترامپ اومد و توی بخش پرایمری حزب جمهوری خواه شرکت کرد، من وقتی رزومه این فرد رو دیدم پیش خودم گفتم چرا باید یه فردی موفق، میلیاردر، کسی که آتلانتیک سیتی رو ساخته، کسی که در ریل استیت در امریکا جز موفق‌ترین آدم‌ها بوده، منشنش در پالم بیچ فلوریدا گرون‌ترین سند یک ریل استیت که سینگل به اصطلاح دید داره در قیمت 400 میلیون دلار، مسابقه دختران شایسته رو برگزار کرده، هر چیز خاصی تو این زندگی داشته، چرا میخواد بیاد تو سیاست و وارد فضایی بشه که نفس کشیدنش هم مانیتور میشه؟ اگه دست به سرش ببره و سرش رو بخارونه، 100 تا رسانه بهش حمله میکنن، براش سوژه درست میکنن. در حالی که شما وقتی یه میلیاردر موفق هستی، هر جوری خاصی زندگی میکنی، هیچ کسی به کار نداره. ولی وقتی رئیس جمهور میشی، برای قدم برداشتن و نفس کشیدن هم دنبال این هستن که بهت حمله کنن. به ویژه شخصیت مثل ترامپ که از همون اول مشخص بود خیلی روک و راست حرفاشو میزنه و اهل تعارف نیست. یه مقداری که بررسی کردم دیدم سخنانی داره میگه که این سخنان با سخنان تیپی که سیاست مدارا و دولت مردای امریکایی بسیار متفاوته. یعنی پس از ریگان رؤسای جمهور امریکا هیچ کدومشون نه در عمل و نه در سخن و وعده دادن و برنامه گذاشتن، سخنانی که ترامپ میگفت و نه تنها نمیگفتن، بلکه خیلی ها در آغاز بهش حمله میکردن که شما عملا میگفتن شما پولیتیکال کارکتنس نداری، هرچی که فکر میکنی میگی و وارد بازی هایی که ما دوست داریم تو بشی نمیشی. من 4 سال پیش به ترامپ رأی دادم و خیلی هم کوشیدم تا اونجا که تریبون در اختیارم بود به همیهنانم بگم که به چه دلیل باید به ترامپ رای داد. شما چه ترامپ رو دوست داشته باشید چه نداشته باشید، اینکه یک فردی میاد و به حرفایی که زده عمل میکنه و دنبال وعده‌هاشو میگیره، در غرب به ویژه در امریکا یه چیز نادرست. سیاست مدارا میان یه وعده‌هایی میدن، بعد میرن کار دیگری میکنن. تمام این 20 سال نمیدونم دوره کلینتون، اوباما، جورج بوش همین بود. وعده میدن، حالا گاورنر باشه، سناتور باشه، نماینده مجلس باشه و معمولا خرشون از پل گذشت، دیگه کاری ندارن. ولی ترامپ به عهدش با کسانی که ازشون رأی گرفت وفادار بود. من میرم دنبال مسئله
مرز رو کنترل کردن، رفت آمدها رو کنترل کردن. گفت من دنبال لاین اوردرم، گفت من صنعت امریکا رو دوباره بازسازی میکنم. پولهایی که گلوبالیستا توی تمام این 20 سال گذشته از امریکا بردن بیرون رو برمیگردونم، معافیت‌های مالیاتی میدم، کار دوباره ایجاد بشه، صنایع تو امریکا دوباره راه بیفته. گفت که نیروهای امریکایی رو از خاورمیانه به مرور میارم بیرون، برای اینکه دلیل نداره ما از تکس پیر امریکایی پول بگیریم و بخوام در عراق یا افغانستان کار پلیس رو انجام بدیم. و گفت که من باج نمیدم به چینی ها. گفت که مسئله عرب و اسرائیل رو حل میکنم، یک صلح عادلانه. گفت من به قدرت برسم برجام رو ملغا میکنم، که کرد. و هر آنچه که گفت، شما چه با برنامه‌اش موافق باشید چه نباشید، دنبالش رفت، یا انجام داد یا درگیر شد با مجلس نمایندگان برای انجامش. این به نظر من یه ارزشه بین این همه دولت مردان دروغگو و سیاست مدارانه، که من نگم سیاست مدار، سیاست بازان سیاه‌کار در اروپا و امریکا. کسی میاد که وعده میده و بعد به دنبال انجام اون وعدش هم هست. این یک ارزشه. ارزش دوم این است که توی چند ماه گذشته شما نگاه میکنی از آسمون و زمین پاراجور و سنگی که برای ایشون میفرستن. یعنی من همچین جنگ نابرابری و تاکنون تو هیچ جایی ندیده بودم. شما میدید رسانه ها 90% به طور مشخص، به طور بسیار مغرضانه، با جعل خبر، با سانسور خبر، با جلوگیری از پخش فساد رقیبان دونالد ترامپ، دارن میکوشن که براش برنامه درست کنن که دور دوم انتخاب نشه، براشون کابوسه. میبینید که میلیاردرایی که به طور سنتی میگفتن با جمهوری خواه هستن، الان اصلا به جمهوری خواه دموکرات کار ندارن، الان واسطن در مقابل ترامپ رو بزنن. به طور مشخص شما الان دارید میبینید سیلیکون ولی و های تک ها شمشیر رو از رو بستن برای زدن ترامپ. سانسورشیپی که توییتر و فیسبوک تو این سه ماه برقرار کرده، جمهوری اسلامی در ایران با مردم ایران تاکنون اینگونه نکرده. یعنی انقدر آشوب بوده که مدیر عامل توییتر و فیسبوک و گوگل پریروز احضار شدن به سنا و تد کروز به اینا حمله کرد که شما مونوپولی خبر رو گرفتین. فساد تثبیت شده با مدرک و سند آقای کاندید ریاست جمهوری و پسرش همه جا هست، ولی شما فیلتر کردین، سانسور کردین. مگر اینجا کره شمالی است که شما این کارو میکنید؟ از سوی دیگه میبینید هالیوود عمدتا خب جریانات سوپر لیبرال هستند، جلوش صف کشیدن. چین به طور مشخص، برای اینکه مسئلهش مسئله اساسی است، چین مسئله موجودیتش در گروه بازنده شدن ترامپه. و بعد انواع و اقسام جنگ های تبلیغاتی که البته جمهوری اسلامی در اندازه های چین نیست، ولی به هر حال با امکاناتی که داشته کوشیده این کارو بکنه. درگیری خیابانی درست کردن، یعنی در شهری مثل مینیاپولیس که شهر دموکرات هاست، شهردار دموکرات، رئیس پلیس دموکرات، گاورنر دموکرات، دیستریکت جاج دموکرات، یه پلیسی در یه درگیری باعث مرگ یه شهروند شده، آقای جورج فلوید. سه روز اون پلیس رو بازداشت نمی‌کنن، رئیس پلیس باید بازداشت کنه نمی‌کنه، شهردار رو باید دستور بده به رئیس پلیس نمی‌کنه. اینا همه الکتدن، اینا توسط مردم طرفدار حزب دموکرات در اون شهر انتخاب شدن، نمی‌کنن تا کار به جای باریک برسه، شورش بشه، بعد شورش ها رو می‌کشونن به شهرهای دیگه و بعد جمعی درست می‌کنن که انگار این کارها به خاطر وجود رئیس جمهوری به نام دونالد ترامپ و تخریب و آتش زدن و غارت مغازه‌ها رو شبکه‌ای که مربوط به خودشونه نشون نمیدن، مگه یکی دو تا شبکه‌ای که تا اندازه منصف هستن. روزنامه‌ها سانسور میکنن. یعنی یه همچین بازی نابرابری رو شما در هیچ جای جهان نمیبینید. حالا در امریکایی که به هر حال ادعا داره 200 سال سابقه دموکراسی داره، یه همچین چیزایی داره نشون میده که تمام کسایی که صحبت از لیبرالیسم میکنن، آزادی حقوق انسان ها میکنن، حقوق بشر میکنن، تحمل دیگران میکنن، تالرنس میکنن، فقط و فقط مشتی هیپوکرات هستن، مشتی بازیگرن. هدفشون زمین زدن این کشوره، همچنان که کشور من و شما رو زمین زدن، حالا از این سرزمین دوم ما هم نمیخوان بگذرن تا کارخونه های این کشور رو تعطیل نکنن،
تا این کشور رو همه رو نون خور و کپون بگیره دولتی نکنن، تا کاری نکنن که چینیان بیان ملک و املاک رو در این کشور بخرن. چینیان که هنوز که سوپر پاور جهان نیستن، رفتارشون با انسان ها و رفتارشون با حیوانات و رفتارشون با محیط زیست رو میتونید ببینید. و الان هم که قرارداد 25 ساله دارن با جمهوری اسلامی میبندن که کشور ما رو توی قرارداد ترکمنچای دیگر مستعمره کنن، اینها به دنبال اون جریان هستن. و یک فردی اومده واسطه که جلوی سقوط این جریان رو بگیره، جلوی سقوط امریکا رو بگیره. من سفری داشتم 3-4 هفته پیش به وایومینگ، مونتانا، آیداهو و یوتا. کشاورزان رو دیدم، سخت‌کوش، شهروندان درستکار، کسانی که کار میکنن، مالیات میدن، یک شنبه کلیساشون رو میرم، دست زن بچه‌شون رو میگیرن. من تو این 97-98% درصد جامعه سفید این ایالت‌ها که رفتم، من که آنگلوساکسون نیستم، من جز احترام و محبت چیزی ندیدم. نه بین اینا ریسیست بود، نه بین اینا آدم‌کش بود، آدمای محترم. و بعد من فهمیدم طرفدارای عمده کسی که الان رئیس جمهور امریکاست، همین هایی هستن که تو این 200-300 سال امریکا رو ساختن، نه کسایی که از در و دیوار خودشون به این کشور رسوندن، اومدن از امکانات این کشور استفاده کردن و امروز دارن میکوشن یا پرچم اسلام رو در اینجا افراشته کنن یا برای چین لابی کنن یا عرض کنم خدمتتون به پرچم این کشور توهین کنن، تو تظاهراتشون پرچم آتش بزنن، ببخشید خیلی عذر میخوام، رو پرچم این کشور ادرار کنن، مجسمه کسانی که این کشور رو ساختن رو پایین بکشن، توماس جفرسون رو پایین بکشن، جورج واشنگتن رو پایین بکشن، آبراهام لینکلن رو پایین بکشن. و بعد از بنیادهای خانوادگی 20 سال سراغش رفتن که مردم رو کاملا تبدیل به مشتی پرورت و فاسد بکنن، حالا رفتن سراغ بنیادهای ملی در این کشور. فرماندار کالیفرنیا که یک دموکرات معروفه، 3 هفته پیش صحبتی کرده که تن آدم می‌لرزه. گفته چرا عمل جنسی با ماینر، با بچه‌های کم سن و سال، باید اینقدر جرم سنگینی باشه که چند سال زندان داشته باشه؟ اگه اون کودک آسیب فیزیکی نبینه، اونقدر این مطلب بزرگ نیست که شما شلوغش کردید. ببینید اینا کجا میخوان ببرن جامعه رو. برای همین وقتی برخی وامیستن، من متاسفانه که دوستان خودم این حرف رو زد، گفت من میرم به بایدن رأی میدم. گفتم تو که آدم فهمیده‌ای هستی، چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفت من با ترامپ مشکل شخصی دارم. عمه من ویزا داشت بیاد امریکا، ترابل بند شد، عمه من راه ندادن. شما تصور بکنید یک فردی نسبت به حس مسئولیتش، نسبت به میهن خودش ایران و نسبت به سرزمینی که امروز شهروندشه، یعنی امریکا، این گونه است که عمه جان من نتونسته بیاد، پس من میخوام برم به کسی رأی بدم که عمه من اونجا نذاشته بیاد. و متاسفانه بسیاری از کسانی که دارن میرن و تو این دام میفتن، من از همه نمیتونم بگم، ولی بسیاری مسائلشون همینه. یعنی برمیگردیم یا این مهاجرای مکزیکی رو کردن تو قفس. من میگم خیلی کار زشتی کردن، ولی این قفس ما رو زمان اوباما است، اینا 2014 ساخته شد. این بیچاره داره در آورده از تو قفس. یعنی من دقیقاً دارم یاد موقعی میافتم، من بچه بودم، ولی چون من سیاسی بودم تو 10 سالگیم، تو سال انقلاب متوجه بودم رژیم پیشین، رژیم شاهنشاهی، کشور رو به آخوندها باخت، چون جنگ تبلیغاتی رو باخت. شما اگه جنگ تبلیغاتی رو ببازید بازنده ای. و اینها تو جنگ تبلیغاتی است که میخوان این کشور رو دوباره در اختیار بگیرن. و اگر این کشور رو دوباره در اختیار بگیرن، هم اینجا وضعیت اقتصادی خراب میشه، هم وضعیت اخلاقی و فرهنگی دوباره به انحطاط میره و بد و بدتر میشه، و هم عملاً آزادی بیان که یکی از مسائل بسیار مهمی توی این کشور بوده کاملاً از ما نقض میشه. امروز خیلی از کسانی که به ترامپ رأی میدن جرئت ندارن بگن ما میخوام ترامپ رأی بدیم، چون یا شیشه خونهشون رو میشکنن یا رو ماشینشون رو اسپری میکنن. شما اگه تو هومه زندگی میکنید مشکل نداره، اگه تو سیتی سنتر زندگی کنید در شهر بزرگ امریکایی مشکل خواهی داشت. امیدوارم تقلبی در انتخابات نشه، امیدوارم که اون کسی که مردم بهش رأی میدن بیاد بیرون. من هیچ وقت اعتقاد به دموکرات و ریپابلیکن ندارم. من اعتقاد دارم که یک فردی است که الان درد امریکا رو فهمیده و برنده شدن اون نه تنها به درد امریکا میخوره، بلکه به درد جهان میخوره و از همه مهمتر به درد کشور خودمون ایران میخوره. اینم به هر حال به خاطر مناسبتی که داشت، به خاطر ایام انتخابات،
خواستم که چند کلامی با دوستان صحبت کنم. خیلی سپاسگزارم از توجهتون.